به شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن، بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که در عرصه داخلی ایران و عرصه منطقه‌ای میگذرد در ارتباط با ایران و مردم. ادامه کشتار یا کشته شدن فرستادگان تهران در سوریه، پاسداران و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، انگیزه های حکومت ایران در حمایت از دولت بشار اسد و همدستی تهران و دمشق در کشتار مردم سوریه، آخرین خبرها رو در این زمینه مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نیمه نخست برنامه همراه با آقای آزاد محمد، روزنامه نگار در اربیل کردستان عراق، نگاهی نیز خواهیم داشت به آنچه که در کنفرانس ریاض گذشت و ائتلاف تازه علیه تروریسم و نیز آنچه که پرزیدنت اوباما در باره داعش گفته است روز گذشته دوشنبه در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در نیمه نخست برنامه همراه با آقای آزاد محمد. به شما سلام میگم آقای آزاد محمد در کردستان عراق. با سلام و درود خدمت شما جناب آقای چلنگی عزیز، همکاران و بینندگانتون. آقای آزاد محمد، ببینید به تازگی باز هم یکی دیگه از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که ظاهرا از فرماندهان لشکر فاطمیون بوده، لشکر فاطمیون هم که میدونیم از افغانی ها یا افاغنه داوطلب تشکیل شده، در سوریه کشته شده. تعداد مشخصی رو اعلام نکرده سپاه پاسداران، اما گفته میشه که کشته شدن پیاپی فرماندهان سپاه پاسداران و افراد سپاه پاسداران در سوریه نشون دهنده عدم تجربه سپاه پاسداران است در جنگ و در جنگ هایی مثل جنگ داخلی سوریه و عدم کارایی اون. تفسیر شما رو میشنویم که نظارت دارید بر اوضاع جاری در اطراف عراق، سوریه نیز هست. عرضم به حضور شما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تجربه فراوانی به نظر من در جنگ سوریه داره، اما آنچه که در این اواخر دیده میشه و یا اعلام میشه در مورد آمار کشته شده های این سپاه در سوریه به نشانه تحلیل رفتن و ضعیف شدن نیروهای این سپاه می باشد، چون همونطوری که شما هم شاهد هستید در سوریه جنگ خیلی شدیدی در جریان هست که در واقع این جنگ دیگر از یک جنگ منطقه‌ای به جنگ فرامنطقه‌ای گسترده شده و ایرانی که ادعا می‌کرد می‌تواند در برابر آمریکا و نیروهای ابرقدرت دیگر هم قدی علم بکند، امروز می‌بینیم که در مردابی که خودش در سوریه ساخته در اونجا به طور وحشتناکی، هرچند که روسیه رو هم به یاری خودش آورده بود، اما گیر کرده. ایران در سوریه نیروهای بیشمار و همچنین فرماندهان در سطح عالی رو از دست داده و این منوال هم ادامه خواهد یافت به خاطر اینکه نتونسته در مقابل نیروهایی که بر ضد رژیم اسد هستند و اونها هم از طرف
کشورهایی حمایت میشن مقابله بکنه. در واقع من اگر بخوام به طور خلاصه نقشه سیاسی سوریه رو خدمت شما عرض بکنم، در حال حاضر در سوریه چهار حکومت وجود داره. حکومت اسد هست، اپوزیسیون سوری که احرار شام و نصره هستند، داعش هست و نیروهای کرد. و اگر شما نقشه سیاسی سوریه رو نگاه بکنید، متوجه خواهید شد که بشار اسد تقریبا به 30% از خاک کشور سوریه تسلط داره و کل دفاع روسیه و همچنین ایران هم در دفاع از سوریه نیست، بلکه در دفاع از بودن اون 30% خاک سوریه تحت تسلط اسد هستش، چون اونا بودن خودشون رو در بودن قدرت اسد تعریف کردند. آقای حسین فدایی از سرداران سپاه پاسداران که و فرماندهان از فرماندهان لشکر فاطمیون که کشته شده در سوریه. اما آقای آزاد محمد ائتلاف‌های مختلفی برای اون چیزی که مبارزه با تروریسم خونده شده اعلام شده، چه در ریاض چه در کشورهای اروپایی. اینجا هم روز گذشته آقای اوباما، پرزیدنت اوباما در پی نشست شورای امنیت ملی آمریکا آمد و گفتش که حرکت بعدی نوبت به آیسیس رسیده، یعنی به داعش رسیده و ما خط و نشون کشید که عملیات شدید و به اصطلاح پیگیری رو علیه داعش ما با متحدانمون انجام خواهیم داد. قرارم هست وزیر دفاع آمریکا به زودی راهی منطقه بشه و همینطور در پی سفرهای آقای جان کری وزیر خارجه برای تشکیل چنین ائتلافی با کشورها یا کشورهای عرب، کشورهای خاورمیانه و که ببینن چه خواهند کرد طرحی می‌ریزن. در منطقه آخرین خبرها و تفصیل درباره ائتلاف‌های تازه علیه تروریسم در منطقه رو از شما می‌شنویم. و ایران کجای این ائتلاف‌های منطقه‌ای قرار داره؟ آنچه که ما در منطقه و به ویژه در سوریه شاهد هستیم، وضعیت جنگی سوریه ماحصل عمل نکردن دولت اوباماست. دولت اوباما در واقع همچین وضعیتی رو در سوریه خواستار بود و به نظر من هیچ وقت آمریکا صادق نبوده در مبارزه با داعش، چون در زمانی که میتونست وضعیت سوریه سامان دهی درست و دقیقی به طرف جامعه مدنی پیش بره و تظاهرات مردمی در بهار عربی در سوریه شکل گرفته بود، آمریکا هیچ نوع پشتیبانی از مردم سوریه نکرد. و همینطور کشورهای غربی هم در این سیاست آمریکا سهیم بودند. آنچه که امروز آمریکا میخواد اعتمادی رو به کشورهای منطقه برگردونه به نظر من دیر شده. دیشب همون به وقت اینجا البته همونطوری که دوستان روزنامه نگار و مردم هم اگر پیگیر اوضاع منطقه و اخبار بوده باشن، دیدن که ائتلاف ضد ترور به فرماندهی سعودیه با حضور 34 کشور عربی و اسلامی تشکیل شد، که البته احتمال اینکه ترکیه و مالزی هم به این ائتلاف بپیوندند هست. این ائتلاف که در واقع اون رو به نام ائتلاف ضد ترور گفتن، هم داعش و هم گروه های تندرو، وزیر کشور سعودی همچین بیان رو اظهار داشته، اعلام شده ائتلافی هست که میره تا بعضی از نقشه های سیاسی و نقشه مرزها رو در این کشورها به نظر من عوض بکنه. اونها اعلام کردن که با داعش در عراق و سوریه می جنگن. این در حالی هست که عراق و سوریه
جزء این ائتلاف نیستند و همچنین ایران هم از این ائتلاف کنار گذاشته شده، چون ایران با پیوستن به بلوک روسیه به هیچ نوعی نمیخواد در این اوضاع منطقه سهیم باشه به نوع احسنی که بعدا خودش دچار مشکل نشه. ایران با پاک کردن صورت مسئله سعی داره که مسئله رو پاک بکنه. تحولات منطقه خیلی سریع داره اتفاق میفته. رفتن آقای مسعود بارزانی ریاست حکومت اقلیم کردستان به سعودی و استقبال کاملا رسمی ملک سلمان از ایشون و همچنین رفتن آقای بارزانی به ترکیه و گذاشتن پرچم کردستان در استقبال از ایشون و اومدن وزیر وزرای اروپایی به کردستان و اعلام اینکه امروز مرکل اعلام کرده که حاضر هستند سلاح و مهمات رو مستقیما برای نیروهای پیشمرگه بفرستن، نه از طریق ایران و یا نه از طریق عراق و یا کشورهای دیگه، نشونه این هست که منطقه به طرف تحولات خیلی سریعی میره که ایران نتونسته در این تحولات سریع نقش مؤثری داشته باشه، به خاطر اینکه خودش رو در بلوک روسیه تعریف کرده. و به نظر من ما در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که بعضی از مناطق مهم و گسترده‌ای رو از نیروهای داعش به وسیله نیروهای پیشمرگه و همچنین ائتلاف ضد ترور از داعش باز پس گرفته بشه، چون نیروهای سنی عراق، نیروهای سیاسی و همچنین نیروهای نظامی از این ائتلاف پشتیبانی کردند و ترکیه هم همانطوری که در جریان هستید حضورش در عراق موجوده و هر وقت که بخواد میتونه به نزدیکی بعشیقه و موسل برسه. خبرهای منتشر شده بود که حکومت ایران تعداد پاسداران خودش رو که از تعداد 7000 نفر هم گزارش شده بود که البته تهران میگفت اینها رو به عنوان مستشار نظامی به سوریه فرستاده، تعداد رو به 3000 نفر کاهش داده، چون این خبرهایی بود. و همینطور خبرهایی منتشر شده در باره بازگشت سربازان نیروهای ترکیه از شمال عراق به کشورشون. در این زمینه دوم، خروج نیروهای ترکیه از عراق و پیامدهای اون، تفسیر شما رو میشنویم و علتش نیست. ترکیه گروه کمی از نیروهای خودش رو از نزدیکی بعشیقه به مرزهای خودش فرا خونده و این دلالت بر این نیست که ترکیه نخواد و یا نمیتونه و یا در توانش نیست که در اوضاع منطقه حضور نظامی داشته باشه، به خاطر اینکه حکومت مرکزی بغداد توانایی برخورد با نیروهای ترکیه رو نداره. هرچند آقای مالکی و هادی آمری در بغداد تظاهراتی رو بر ضد نیروهای ترکیه انجام دادن و میخوان به هر نوعی شده مردم عراق رو بر ضد ترکیه بشورانند، اما این مردمی که اونها مد نظرشون هست بیشتر افراد نزدیک به هشت شعبی و همینطور شیعیان هستن، چون سنی های عراق از بودن ترکیه راضی هستند و همچنین حکومت کردستان هم از لحاظ یک پارچگی خاک را بر طبق قوانین حکومت فدرال در توانش نیست که مقابل نیروهای ترکیه قدی علم بکنه که اجازه نده اونها وارد خاک عراق بشن، چون اصلا این در توان این حکومت منطقه‌ای نیست. و همچنین اون نیروهایی هم که اومده بودن به عراق
بنابر درخواست خود حکومت عراق بود و اتفاقا اون نیروها رو که سربازان و نظامیان ترکیه آموزش میدادن از طرف خود دولت مرکزی عراق براشون حقوق در نظر گرفته بودن و ماهیانه حقوق میگیرن. این افرادی که در حال حاضر در اون پایگاه نظامی هستن، افراد ترکیه، افرادی هستن که اونجا مدیر آموزش سربازی به نیروهای اهل سنت عراق هستند. سپاسگزار هستیم آقای آزاد محمد در اربیل کردستان عراق. با سپاس بسیار از شما و به امید دیدار در برنامه های آینده و پرداختن به مسائل روز در عرصه منطقه. پاینده و پیروز باشید. پی میگیریم تفسیر خبر رو. امروز تا پایان روز به وقت اروپا قرار آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای پرونده هسته‌ای مربوط به فعالیت‌های اتمی حکومت ایران رو مربوط به اونچه که در گذشته انجام داد و در گزارش‌های اخیر آژانس هم اومده مورد بررسی قرار بده و مورد تصمیم گیری نهایی. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یک مرحله از مراحل توافق هسته‌ای هست که با تهران به عمل اومده، 5+1، و آقای عراقچی از مسئولان مربوطه در همین زمینه در حکومت ایران گفته که از یکی دو هفته دیگه اجرای مفاد برجام یا همین توافقنامه هسته‌ای اجرا خواهد شد. در ادامه برنامه خبرهای دیگری نیست داریم که مورد بررسی قرار میگیره، از جمله این گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه مصلحت ایران و مردم ایران، اونچه رو که درباره مشاوره نشست های پشت پرده برای تعیین جانشین آقای خامنه ای گفته در محافل سیاسی تهران و بیرون از ایران مورد بحث هست. اشاره مستقیم یا خبری مستقیم تلقی شده در این مورد که وضعیت آقای خامنه ای چندان خوب نیست و به همین دلیل هست که به فکر جانشین برای اون افتادن که چه خواهد شد و چه نخواهد شد. همونطور که آقای رفسنجانی میداندار بود در زمان پس از فوت آیت الله خمینی و زمین سازی برای جانشینی او توسط آیت الله خامنه ای، اما آیا رفسنجانی قدرت آن زمان رو داره، قدرت سیاسی اون زمان رو داره، اثرگذاریش رو روی نهادهای مختلف اون زمان، زمان پس از مرگ آیت الله خمینی داره یا نه، از موضوعات مورد بحث در نیمه دوم خواهد بود. و همین که خلأ سیاسی در ایران در شرایط مشابه با زمان پس از فوت آیت الله خمینی نیست و انسجام و اون چیزی که وحدت همه نیروهای تشکیل دهنده حکومت بود وجود نداره، عملا دیده میشه همه بر سر مال دنیا چه به روز به جان هم افتادند و گرایش های مختلف در زمینه های مختلف از جمله سیاست خارجی هم وجود داره و جاری هست در حکومت ایران. مجموعاً شرایطی که وجود داره پس از فوت آیت الله خمینی با الان مقایسه کردن، خود شما بهتر میتونید نتیجه بگیرید که چه تفاوت های اساسی داره. بنابراین این خلأ سیاسی چگونه ایجاد و چگونه پر خواهد شد بحثیست میتونید در نیمه دوم برنامه با آقای بیژن صفصری روزنامه‌نگار مدیر و سردبیر نشریه ایران مهر در واشنگتن بزرگ یعنی واشنگتن، مریلند و ویرجینیا منتشر میشه در میون خواهیم گذاشت. تا لحظاتی دیگر.
با منو شما هستند آقای بیژن سفسری از واشنگتن، واشنگتنی که همچنان از آغاز برنامه تا این لحظه آفتابی بوده، خبرگزاری یا هواشناسی هم در اینجا گفته که تا نزدیک های غروب همچنان آفتابی و خوب خواهد بود. به اتفاق شما سلام و خوش آمد میگیم به آقای بیژن سفسری. سلام. من هم سلام دارم خدمت شما آقای چالنگی و مخاطبین محترمتون، هموطنان عزیزم در داخل کشور. طرف شما هم آفتابیه دیگه، چند فاصله نداریم، درسته؟ دقیقا درسته، ما مثل که با هم دیگه تو یک شهر هستیم آقای چالنگی. خب آقای سفسری، من در اشاره کردم پیش از اومدن و تماس با شما که اینکه درباره آقای رفسنجانی و اون چی که ایشون گفته تقریبا کم سابقه بوده، یعنی آمدن و گفتن اینکه ما میشینیم و داریم بررسی میکنیم برای جانشینی آقای خامنه ای، آیا خبری هست پنهان نگه داشته میشه؟ اظهارات آقای رفسنجانی رو شما چطور ارزیابی میکنید در مورد جانشینی آقای خامنه ای؟ عرضم به حضورتون که باز هم موسم انتخابات خبرگان رهبری پیش آمد و این چندمین باره که آقای هاشمی رفسنجانی از مسئلهی به نام شورایی شدن خبرگان رهبری صحبت میکنه و این بار هم آقای رفسنجانی با تأکید بر این موضوع که یک گروهی تشکیل شدن و از الان دارن در رابطه با انتخاب جانشین آقای خامنه ای به اصطلاح رایزنی میکنن. از یک طرف دیگرانی که به مزاقشون خوشایند نیستش بخشی از حاکمیت مدام به آقای هاشمی دارن تذکر میدن که این بحث شورایی شدنی که شما مطرح میکنید در قانون اساسی جدید وجود نداره، بلکه قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 68 این قانون اصل 107 این قانون شورایی شدن برچیده شده، برداشته شده. اما اینکه آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس شورای مصلحت نظام به چنین چیزی توجه نکرده باشه و یا حتی ندونه که در سال 68 مسئله شورایی رو یعنی اصل 107 قانون اساسی تغییر کرده، این بعیده. اما اینکه چرا آقای رفسنجانی کماکان داره روی شورایی بودن تأکید میکنه، این برمیگرده به یک ظرافتی که در قانون اساسی علارغم اون تغییراتی که وجود داره مستتر هستش و آقای هاشمی داره با زیرکی تمام به اون اتکا میکنه و اشاره داره مدام، و اون اینی هستش که در بخشی از این قانون اساسی آمده است که در شرایطی که رهبری نظام به هر دلیلی از فوت بگیرید تا مسئله دیگر عزل بشه یا به اصطلاح با مرگ کنار گذاشته بشه، لاینقطع در همون لحظه به خاطر خالی نبودن رهبریت در نظام سه نفر در مجموعه سیستم نظام میتونن جانشین رهبری باشن که یکی از شورای نگهبان هستش، یکی از خود مجلس خبرگان و مصلحت نظام. آقای هاشمی رفسنجانی با زیرکی تمام داره روی اون اصل تکیه میکنه، چرا که این در واقع در قانون اساسی به عنوان موقت، شورای موقت، اما اسمی از اینکه این گروه میتوانند تا کی ادامه داشته باشند و یک نفر رو جایگزین بکنن، هیچ اسمی در قانون اساسی نیامده، هیچ زمانی، هیچ ضرب الاجلی گذاشته نشده.
و اگر به توافق نرسن برای پیدا کردن یک فرد مناسب دیگه، این شورا کماکان میتواند کارش رو انجام بده به عنوان شورای رهبری. از طرفی شورای رهبری که الان آقای هاشمی رفسنجانی داره روش تکیه میکنه و مدام داره تکرار میکنه، حتی سال پیش هم این صحبت رو کرده بود و بهش اعتراض کرده بودن که چرا شما مدام از شورایی صحبت میکنید، دقیقا برمیگرده به این که آقای هاشمی رفسنجانی بنا دارند و حتی کسانی که جزء همفکران ایشون هستن، حتی به نظر من سید حسن خمینی که الان خودش رو کاندیدا کرده جزء دار و دسته آقای هاشمی رفسنجانی میتونه محسوب بشه، اینا میخوان که در این شرایط زمینه رو برای تک قدرتی از نظام بردارن و به همین دلیل دنبال راهکارهای قانونی میگردن که هیچ کسی بهتر از آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به مسائلی که به عنوان رئیس مصلحت نظام و از روز اول هم در نظام نقش داشته، هیچ کسی غیر از ایشون نمیتونه راهکارهای قانونی این قضیه رو پیدا کنه. به همین دلیل آقای صفصری یعنی شما اشاره دارید میکنید به اینکه آقای رفسنجانی در صدد هموار کردن راه هست برای به قدرت رسیدن خودش؟ ببینید، این که به قدرت رسیدن خودش، آقای هاشمی رفسنجانی به هیچ عنوان نمیتوانند رهبر نظام بشوند. به دلیل اینکه چندین شرایط وجود داره در به اصطلاح انتخاب قانونی رهبر، که آقای رفسنجانی اولین قضیهش این هستش که ایشون یک معممی هستن که به اصطلاح ما دورسفیدن، یعنی اینکه سید نیستن. مگر در اولا قانونی، انتخاب قانونی، من نمیدونم تعبیر و تفسیر شما چی هست برای رهبری. خود همین آقای خامنه ای توسط یک روایتی که آقای رفسنجانی نقل کرد، حالا یا درست یا نادرست، که آقای خمینی گفته آقای هاشمی رفسنجانی به خوبی میدونه قدرت داشته. بعد مگر در قانون اساسی اشاره شده که باید رهبر باید از به اصطلاح سادات باشه؟ که اما مثلا نه، حالا من اینو خدمتتون عرض میکنم. عرضم به حضورتون که آقای هاشمی رفسنجانی با جوی که امروز از طریق اصولگراها و مخالفینشون وجود داره، به خوبی میدونه که هیچ وقت نمیتواند رهبری و رأی کامل از اون مجلسی که خودش و همفکرانش در اقلیت به سر میبرند رأی بگیره. بنابراین چون میداند این قضیه رو، سعی داره در شورایی کردن به صلاح ولایت فقیه راه رو هموار بکنه و از همین رو هستش که در پیچ و خم قانون اساسی، به رغم اینکه اصل 107 قانون اساسی در بازنگری سال 1368 تغییر کرده، باز هم داره بر شورایی بودن و اون به صلاح جانشینی رهبری تکیه میکنه، متکی به یکی از اصلهای قانون اساسی است که میگوید در شرایط خاص اگر رهبری نظام وجود نداشت، 3 نفر میتوانند برای تعیین جانشین بعدی انتخاب بشن. حرفی از شورایی نیست. اما اگر این 3 نفر در چه زمانی تا کی میتوانند این 1 نفر مورد نظر رو پیدا بکنن، هیچ اشاره‌ای در قانون اساسی وجود نداره و میتواند اگر 2/3 آرا در مجلس خبرگان وجود داشته باشه، مادام العمر بماند. حالا آقای صفصر، ببینید، نکته قانون اساسی جمهوری اسلامی هر چی که هست، آیا این حکومت بر همون قانون اساسی رفتار میکنه یا نمیکنه، یا چند روزه بر اساس همین قانون اساسی رفتار میکنه؟ یه بس فعلا به کنار، صحبت چیزی ده این موضوع هستش. وقتی بر میگردیم و نگاه میکنیم به زمانی که آیت الله خمینی فوت کرد،
وضعیت در صحنه سیاسی در ایران کاملا متفاوت بود تا الان. هنوز فتوای خمینی، آیت الله خمینی، به قول معروف در رو داشت، برو داشت و عملی بود، کما اینکه یک روایت آقای رفسنجانی از ایشون نقل کرد و باعث شد که آقای خامنه‌ای بشینه جای آقای خمینی. موضوعی که در مصاحبه اخیرش آقای رفسنجانی به هیچ وجه بهش اشاره نکرده، صحبت‌های دیگه‌ای کرده که رأی گرفتیم و خبرگان چه گفتن و چه نگفتن. الان کاملا فرق میکنه. شما اشخاص آقای رفسنجانی، آن رفسنجانی نیرومند با قدرت زمان فوت آقای خمینی نیست و کسان دیگری نیستن، مثل احمد خمینی که میدونیم اون زمان صاحب نفوذ بود، مثل مهدوی کنی، مثل بقیه دیگه. سپاه پاسداران اون حضور منسجم و به هر حال از جنگ آمده رو نداره. یک سری رشته های اقتصادی تبدیل شده با لباس های نظامی و آخرین پردش هم در سوریه خب نشون داد قابلیت های نظامیش که در حد چه حدی هست، هر روز تعداد بیشتری کشته. و خلاصه این که منطقه شکل دیگه ای داره، منطقه کاملا شکل دیگه ای داره و این خلأ سیاسی ایجاد شده بعد از مرگ آقای خامنه‌ای که همه خواهند مرد، حتی فقیه و غیر فقیه، به هر حال این انسجامی رو که حالا تا چند اندازه هست در حکومت، تا چند اندازه نیست، چقدر منسجمه، چقدر یک پارچه است، چقدر نیست، این رو چطور میشه در چنین شرایطی حفظش کرد؟ آیا و مطالبات مردم هست؟ اقتصاد کشور رو به ویرانی کامل داره دیگه، صحبت خود مسئولان هست، و همه اینها چطور میشه حفظ کرد این انسجامی رو که فعلا با سرکوب یا عوامل دیگه حفظ کرده؟ عرضم حضورتون، این سوال شما بسیار کلیه جناب چالنگی و من هیچ حدس و گمانی نمیتوانم بزنم. آن چیزی که در وقایع امروز مملکت داریم میبینیم و صحبت‌هایی که آقایونی که در چارچوب قدرت نظام دارن واکنششون میدن نسبت به حرفای هم دیگه، پازل‌هایی هستش که میتوانیم کنار هم بذاریم و یک به اصطلاح تفسیری داشته باشیم. این سوال کلی شما رو من میتونم در چند بخش تفکیکی خدمتون عرض بکنم که فکر نمی کنم که اگر بخوایم اونچنان که باید حق مطلب ادا بشه وقت برنامه شما اجازه بده، ولی همینقدر خدمتون عرض بکنم که در رابطه با اصرار آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به پیامدهایی که بعد از ماجرای جنبش سبز به وجود اومد و یکی از سردمداران این قضیه رو نظام و طرفداران آقای خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی رو میبینند، به هیچ عنوان ایشون نمیتواند مثل گذشته آنچنان نفوذی که باید در خبرگان رهبری داشته باشد بتونه این دور هم داشته باشه. اما تلاش بسیار گسترده ای رو داره انجام میده با مصاحبه هایی که در واقع داره تلنگر میزنه به ذهن جامعه که اگر روزی به هر دلیلی وارد به اصطلاح خبرگان رهبری نشدش و مانعش شدن، بدانن مردم و به اصطلاح که ایشون در چه رابطه ای میخواست وارد به خبرگان بشه و موضع‌گیری که الان نسبت به حرفش میشه همونو بتونه دلیل بر خصومتی که با ایشون داره انجام میشه. به هر حال کسانی دیگری هم هستن، فقط آقای هاشمی نیست. آقای هاشمی تو این مدت آنچنان که همه فکر میکنن خیلی هم بی سر صدا نبوده و تونسته یک تیمی رو درست بکنه که مثلا شما ببینید برای اولین بار نوه آقای خمینی میخواد بیاد. چرا؟
این آقای خمینی سید حسن جوان چرا برای مجلس خودشو کاندید نکرد؟ چرا برای خبرگان رهبری یک دفعه آمده توی بازار سیاست و یک دفعه میخواد بیاد تو خبرگان رهبری، نیومده حتی از مجلس شروع بکنه؟ اینا همه نشانه است و پیام دارن. ضمن اینکه شورایی شدن نظام بعد از آقای خامنه ای بحثی هستش که الان چند سال هستش که هر دوره به اصطلاح خبرگان رهبری انتخاباتش میشه، آقای رفسنجانی به زیرکی و با تأیید صحبت‌های خود رهبر که در زبان انتخاب شدنش موافق شورایی بودن بود، داره با همون وسیله این قضیه رو جا میندازه که بتونه اگر بره در مجلس متکی بشه به قانون اصل 111 قانون اساسی و بتواند این شورایی رو جایگزین بکند و مانع از تک قدرتی در نظام بشه. این بخش اعظم سوال شما به نظر من اینه. اما اینکه آیا میتواند، تا چه حدی میتواند این کار رو به فرض اینکه در مجلس خبرگان هم وارد بشه داشته باشد، این به آینده موکول میشه، به دستبندی گروه بندی هایی که در خود خبرگان من بعد تشکیل خواهد شد و به نظر من در این دوره از خبرگان رهبری اگرچه هنوز هم فکران آقای رفسنجانی در اقلیت خواهند بود، چرا که اصل این قضیه رو باید آقای رهبر تایید بکنه که چه کسانی وارد بشوند در مجلس خبرگان، ولی این اقلیت، اقلیت تأثیرگذار میتواند باشد در مجلس، خصوصا با حضور فردی مثل نوه خمینی. خب آقای صفدری، تفاوت بین تک قدرتی وقتی شما اشاره میکنید و شورایی در جمهوری اسلامی، چون شورایی بلافاصله در برابر تک قدرتی که معنیش دموکراسی که نیست، که معلومه که نیست اصلا، یعنی مثلا این چه تفاوتی اساسا در صورت که چنین هم بشه میتونه داشته باشه، کما که پس از استالین در شوروی خب به هر حال هیئت رئیسه ای پیدا کرده به کمونیست و در واقع عملا کمیته مرکزی بود مملکت رو میچرخون شوروی رو و اقمارش، اما تفاوت چندان از جهاتی هم میتونست نداشته باشه. این به چه سمتی میره؟ یعنی این یک سواله که در درونش هم ضمناً این هست، آیا نهاد ولایت فقیه، حرفی که آقای بازرگان در جریان مجلس تصویب قانون اساسی یا بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان اولیه میزد که یک قبایی به قد و قواره آقای خمینی اندازش هست نه کسی دیگه، آیا علی رغم حرف آقای مهدی بازرگان نخست وزیر آقای خمینی، این قبا بالاخره قبای جا افتاده است که آقای خامنه ای که رفت الان دیگه در ایران کاملا جا افتاده است، ولی فقیه بعد از ولی فقیه بعد از ولی فقیه یک سلسله شده و اینم دیگه جا افتاده است، کسی با اصل موضوع مشکل نداره که ولی فقیه باشه، آیا چنین شده که الان فقط بحث بر سر اینه که چگونه انتخاب بشه یا نه نتونسته بعد از 38 سال در ضمیر اجتماعی جامعه ایران یک نهادی به اسم ولایت فقیه جا بیفته و پذیرفته بشه؟ بله، عرضم حضورتون این که اصل قضیه درست هست یا غلط هست، مسلما یکی از نهادهایی که در نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح بر پایه دیکتاتوری این نهاد وجود دارد، خبرگان رهبری است. این که بخوام به یک ملتی تحمیل بکنم یک نفر باید قیم شما باشد، خب این از اصل ما باش مشکل داریم و تمام نظام به همین یه قضیه است که چرا باید یک کسی، اون هم نه به انتخاب ملت بلکه توسط یک قشر دین باور، دین فروش، به اصطلاح مستمسک قرار دادن اعتقادات ملت، بیایند فردی رو حاکم بکنند به کل جامعه بدون اینکه تخصص‌های لازم و و و و
از همه مهمتر بنابر انتخاب جامعه نباشه. این اصل قضیه است. اون چیزی که مهم استش الان چه فرقی میکند تک قدرتی با شورایی آش همون آشه، اما با این تفاوت که بالاخره یک نفر میتوانست همونطور که دیدیم چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای همه جور تکتازی ها رو بکنه، اما سه نفر هیچ وقت سه نفر سه قدرت میگن در یک اقلیم دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجن. اتفاقا این سه نفر هیچ وقت نمیتونن رأی موافق راجع به همه مسائل داشته باشن. بنابراین خیلی از مسائلی که آقای خامنه ای میتوانست بدون کوچکترین اعتراضی حکم بده در شورایی هم چیزی امکان نداره، نه به خاطر ملت بلکه که ذات قدرت آنقدر هست که هیچ وقت هیچ کی نمیتونه نفر بعدی رو تحمل بکنه، چه رسد به سه نفر که بخواهن راجع به یک کشور، اونم کشور به اصطلاح پولداری که با درآمدهای نفتی حداقل برای خودشون سابقا پولدار دیگه، گنج زیر خاکی بوده. خب آقای صفصری عزیز ادامه میدیم و پرسشی دارم من درباره مصوبه کنگره آمریکا، طرحی که برای ورود و خروج به آمریکا تصویب شده که بخشیش هم درباره ایرانی ها هست، اما اینجا دوست دارم یک خاطره رو بگم. آقای صفصری شاید نشنیده باشین و بسیاری از بینندگان ما، در جریان مجلس خبرگان اولیه که قانون اساسی رو مینوشت و اسمش هم بود مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که آقای بازرگان پیشنویسه رو آورد، ولی این پیشنویس بعدها یه چیز دیگه ای شد. روزی همکاران ما چند نفر بودیم که به مجلس میرفتیم گزارش تهیه میکردیم برای تلویزیون ملی ایران که به تصرف انقلاب در اومده بود، حالا داستانش هم مفصل، بعد توده ها مانع شدن که ما دیگه گزارش های ما پخش بشه، 7-8 شماره پخش شد، ولی ما با رفتنمون ادامه میدادیم به مجلس. یکی از همکاران ما در همون روزهای اولیه خیلی ناراحت بود، تاندانس چپ هم داشت، خانم همکار ما بود، یعنی خانمی بود که همکار ما و عمرش دراز بود، الان هم در کالیفرنیا هست، اصرار داشت که بر رفت که گفتش که آقا این مجلس خبرگان که نشد، باید از احزاب گروه هم بیاد و من با آقای بهشتی باید صحبت کنم. آقای منتظر رئیس بود، آقای بهشتی ما بودیم. خانم جان دست بردارید، آقا چه جوابی شما چین مثلا خب یه جوابی بهتون میدن هیچ وقت تلف میکنی، فکر نکنید الان آقای بهشتی قانع میشه با حرف شما اینا. گفت نه نه نه، باید رفت و آقای بهشتی هم اومد رد بشه توی رارو هم تو تنفس و اینا. گفتش که آقای بهشتی بله خانم بفرمایید، خیلی محترمانه جواب دادن که من میخواستم بگم که به هر حال در آیه اومده روایت هست که مگر نه اینکه امر هم شورا بین هم، بنابراین چرا فقط همه یکی از احزاب و گروه های مختلف میشه؟ گفت بله خانم عزیز، خانم محترم بسیار درست میفرمایید، گفتن امر هم شورا بین هم، نه بین شما، بین هم، بین اونها. یعنی این هم تعبیر آقای بهشتی بود از شورا، البته به شوخی میگه ولی در عمل همین بود، چون این تعبیر و تفسیری از آیات و روایت. با آقای بیژن صفصری ادامه میدیم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. یک زمانی جورج بوش بعد از عملیات 11 سپتامبر گفت تروریست ها قصد دارن شیوه زندگی ما را عوض کنن، اما هرگز موفق نخواهند شد. متاسفانه این حرف جورج بوش، پرزیدنت بوش، عملا عمل نشد، یعنی به نحوی تروریست ها در نحوه زندگی همه مردم جهان فعلا اثر گذاشتن، موقت هست یا پایدار، آینده بستگی داره. از جمله مواردی که پیامدهای جدید اقدامات تروریستی که شیوه زندگی ها رو برش اثر گذاشته در داخل آمریکا و چه در
خارج از آمریکا و عرصه بین المللی عملیات سان برناردینوی کالیفرنیا بود که در پی اون مصوبه کنگره آمریکا برای ورود خروج یا کسانی که به چند کشور میرن مثل ایران، سوریه و عراق و سودان و برگرد آمدن به آمریکا شهروندان اروپایی و همینطور کسانی که دو شهروندی دارن، ایرانی آمریکایی، چه مشکلاتی دارن یا چه مقرراتی رو تازه رو باید رعایت کنن. از آقای سفسری میپرسیم که به دقت میدونم دنبال کردن و حتما گزارش مفصلی هم در نشریهشون خواهند داشت. آقای سفسری برای بینندگان ما شما شهر بدید و بفرمایید. سپاسگزارم. عرضم حضورتون که تصویب ناگهانی طرحی در کنگره امریکا که بر اساس اون تعهد امریکا به لغو اخص روادید برای 38 کشور، عمدتاً کشورهای اروپایی، یک محدودیتایی به وجود آورد که کنار این محدودیت‌ها واکنش‌هایی رو داشتیم. از جمله یک نگرانی‌هایی هم برای جامعه ایرانی به وجود اومده، سوای اینکه یک نوع تبعیضی در اون قانون برای جامعه ایرانی به وجود آمده، با توجه به این که اصل این تصمیم از اونجا ناشی میشه که بعد از بمب‌گذاری در فرانسه و پیامد آن تیراندازی‌هایی که در کالیفرنیا انجام شد، دولت آمریکا چنین تصمیمی بود و در واقع میشه گفتش که آن چیزی که باعث هم توهین به ایرانیان تلقی شد و هم به نوعی باعث دلنگرانی جامعه به اصطلاح ایرانی که سالیان سال هستند کوچ کردن، مهاجرت کردن به امریکا به وجود اومد، این هستش که علارغم این که در حداقل 10 سال گذشته هر گونه عمل تروریستی در امریکا انجام شده، عمدتاً ریشه تروریست ها از 2 کشور بیشتر نبود، یکی عربستان سعودی بود و دیگری پاکستان. اما با این همه در این قانون جدید اگرچه اسمی از ایران به صراحت نیامده، اما از آنجایی که ایران در لیست تروریست های به صلاح امریکا قرار دارد، لاینقطع این به اصطلاح نتیجه گرفته میشه از این قانون که ایران هم جزو این کشورها هست. اگرچه در تفسیر این خبر که از خود دولت مردان آمد علنا اسم ایران گفته شده بارها، اما اینکه به واقع دولت آمریکا چنین کاری رو میتواند بکند یا نه، به خاطر اینکه این تر از الان هنوز توی مجلس سنا نرفته و تصویب نهایی نشده، دولت اوباما تأیید کرده، گفته به هر صورتی که دو مجلس این قانون رو تصویب بکنن دولت پشتیبانی میکنه. ولی از یک طرف ما میبینیم که اعتراضات فقط به جامعه‌ای مثل جامعه ایرانی نیست، بلکه همین دیروز 39 سفیر کشورهای اتحادیه اروپا در یک نامه سرگشاده برای دولت آمریکا عواقب و تبعات تصویب چنین قانونی رو به اینا گوشزد کردن به دولت آمریکا. از جمله یکی از هشدارهایی که این 39 کشور داده این که ما هم مقابله به مصر خواهیم کرد برای امریکایی‌ها. در نتیجه بعید به نظر میرسه که این قانون با شکل و شمایلی که امروز در جامعه مطرح هست و در رسانه ها گفته میشه در مجلس سنای امریکا تصویب بشه، مگر اینکه بندهایی و تبصره هایی به اون اضافه شده باشه، از جمله مسئله ایرانیان که آقای آلن اید سفیر بخش فارسی سفارت ایران، سفارت امریکا، وزارت خارجه امریکا، ایشون همین دیروز در شبکه‌های اجتماعی گفت ما انعکاس مخالفت ایرانیان رو به گوش
به اصطلاح دولت مردان آمریکایی خواهیم رسوند. خب آقای سفسری ببینید، این آیا چه اثرات روی درخواست ایرانیان، ایرانی هایی که پاسپورت به هر حال ایرانی دارن، خواهد گذاشت برای ویزا روادید به ورود به آمریکا، و چه اثراتی روی رفت و آمد ایرانی های ایرانی تبارهای آمریکایی به ایران خواهد داشت؟ عرضم به حضورتون که تا اونجایی که به هر حال من با چند تا حقوقدان صحبت کردم، به خاطر اینکه این مسئله اینقدر دلنگرانی در جامعه ایرانی آمریکایی به وجود آورده، ما بنا داشتیم که در این شماره از طریق وکلای ایرانی که به این مسئله احاطه دارند جواب بدیم. در نتیجه در این پرسجویی که داشتم به این نتیجه رسیدیم، و علارغم این که در چندین جای دیگه مثل سایت های معتبر حقوقی راجع به این قضیه اظهار نظر کردن، این اصل اصلا به ایرانیایی که مقیم امریکا هستن و سیتیزن هستن هیچ ارتباطی نداره، بلکه اساس و روح این قانون برمیگرده به آن 38 کشوری که تا قبل از این طرح با امریکا طبق یک قوانینی که با هم دیگه داشتن، ما پیمانهایی که داشتن، بدون ویزا رفت آمد میکرده. این فقط مختص به اون 38 کشوره که اگر در آن 38 کشور ایرانیانی وجود داشته باشند که اقامت اونجا رو دارن، یکی از این 38 کشورها، و علاوه بر اون اقامت این که در ایران هم میروند و میانند، برای اونا دیگه نمیتواند پاسپورت کشوری که تا قبل از اون با آمریکا پیمان داشتش که بدون ویزا بره و بیاد، دیگه اثر نداره، باید بره ویزا بگیره. بنابراین اون دلنگرانی که برای جامعه ایرانی داخل امریکا به وجود آمده هیچ اساسی نداره، و اینو نه من بلکه در اینایی که به ایران میرن و برمیگردن نگران نباید باشن. نخیر اونایی که در امریکا هستن و سیتیزن هستن و به هر صورتی در ایالات متحده امریکا هستن، اینا جزء این قانون محسوب نمیشن. یعنی میتونن به ایران برن اگر میخوان و برگردن، مشکل برن و بیان، ولی خب دیگه حالا اینی که به خاطر این خدمتون عرض میکنم که یک اصلی هستش که الان در ماجرای کشتار وقت ما رو به اتمام. آقای سفسری خواهش، در این مورد حتما بیشتر و بیشتر سخن خواهیم گفت، جزئیات این طرح رو در برنامه های آینده با آقای بیژن سفسری به اطلاع شما حتما خواهیم رسان و در برنامه های دیگه. سپاسی دوباره از شما آقای سفسری عزیز. بیان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.